کو یارای کو یار خاص کو یار کی کو یارای کو یار خاص کو یار کی بالا بریزو چاو کلی گیان عجب یار کی کم اسمو خیال کم شیوات یاد کم بچه دلی خوشی گیان دلی خوب شاد کم کم یارای کم یار خست کم یار اکی کم یارای کم یار خست کم یار اکی بالا بریزو چاو بکلی گیان عجب یار اکی خم کرهورامی و دلگیریامی و زلفی لیلی گیان ایسیدی کریامی کو یارای کو یار خست کو یار آقای راننده چقدر دیگه مونده تا سقه؟ نه تقدر آقام شوه نشده میرسی من ای آقای محترم شوه نشده میرسیم که نشد هست میدونی الان چند نفر منتظر ما هستن؟ آقای محترم شما که اینقدر آدم مهم هستی؟ آدم مهم کدومه این حرفا چیه میزنی قربونت برم من امشب دامادی پسرمه بالاخره باید برسم یا نه؟ یه پدال یه فشاری شما بدی ممنون میشم ازت قربونت برم آقا مبارکه خیلی ممنون ها این بوی شیرینی داخل ماشین رو پر کرده لشوین شما میاد بله خواه مبارکی کرد خیلی ممنون ایشالله برای شما هم همیشه شادی باشه سلامت باشید پدرام جون پاشو از همونجور رو تعارف کن که آقا برو قربونت برم چی کار داری میکنی؟ ای بابا بوی شیرینی همه ماشین رو برداشته مگه میشه؟ این پوریاست پسرمه ارتشیه؟ بله مأمور شده به سپاه سقز خدا حفظش کنه ممنونم ببخشید فضولی میکنم عروس خانوم از اهالی سقز هستن؟ نه خیر شیرازیه پرستاره اومده سقز به عنوان مددکار این شازده تو جنگ مجروح میشه میره بیمارستانی که این دختر خانوم توش کار میکرد همدیگر رو میبینن و الاخره دیگه جمع خیلی عذر میخوام ولی من ماهی چند مرتبه به سقز رفت آمد دارم اوضاع شهر خیلی خطرناکه یعنی کاملا ناامنه من نمیفهمم شما چرا عروسی رو خود تهران نگرفتیم یا مثلا شیراز این موضوع رو چند بار من به این آقا پسر گفته باشم خوبه اصرار خودشونه میگن عقد توی سقز عروسی هر جا که بزرگتر آمه این جوون اسمش کاوه نیست؟ چرا؟
پوریا میگه اعجوبه‌ایه واسه خودش. یه چیزیه نمیدونم والا. انگار میشناسیش ها؟ یه بار توی جلسه دیدمش. البته سننده‌ست. من خودمم ارتشیم. منم ارتشیم. با هم همکاری. البته من بازنشست شدم. سال 56. بازنگارد شاهنشاهی بودم. آقا برادر بله. ببین برادر بهتره یه حرفای اینجا به زبان نیاری، نه حرفی پاسدارگان بزن، نه هم اسم کاوه بیار، برات خطر داره ها، حرف منه گوش بکن. اینجا خوبه مامان؟ خوبه عزیزم. ای پاشو برو به خودت برس. باشه پاشو. باشه میرم. اینم نون پنیر سبزی. دست شما در نکنه مرضیه خانم. خوب شده؟ خبری نشد؟ نه والا. دیر نکردن؟ هنوز نه، میرسن میشه. ایشالله. راستی؟ ها. آقا دوماد کجاست؟ دوستاش بردن لباس تنش کنن. اه؟ 16، 17، 18، 19، 20. پوشیدی؟ برگردیم؟ برگردیم. پوریا تو هم دیگه شورشو در آورد. ای بابا گیر نده گروهم. اصلا چه اشکال داره یکی با لباس تکاوری باشه با سفره اخت ها؟ اصلا فکر کنی یه جور نذره. چه نذری بابا تو؟ بخوره به کمرت همچین نذری. والا. شما که هنوز دارین چونه میزنین که. محمود هیچ رقم زورمون بهش نمیرسه. حتما زورتون اونقدی که باید پرزور نبوده. نه نه محمود جان خواهش میکنم. خواهش نکن پوریا جان که فایده نداره. بچه ها به پیش. پس کی میرسیم؟ دیر نشده خانم. مثلا اخوان پسرمونه امشبا. میدونی وقتی برسیم چقدر کار داریم؟ میگی چی کار کنم؟ برم پایین ماشین هول بدم کور کنم؟ خب کوره راه سربالاست میگه، ماشینم که میبینی چجوریه. چی شده؟ داده بیداد برگیره حرکت کن برگیره بستا چیده چی؟ برو برو شما دوتا کردین؟ نه سربازین؟ فاین تو بیرون من یه پزشک هستم سرپا خانم خاصه به درد ما میخوری پایین به من یادت میاد جناب سروان نباید اون روز گریهات باور میکرد پایین بیرون یالا یالا تو دختر منی بذار خودش حرف بزنه چی بگم؟ از کجا میاین؟ کجا میرین؟ چرا؟ میریم سقز مراسم عقد کنون داداشمه از تهران میاین کجای تهران میشینین؟ سدخندان جلفا کوچه بسه بفرمی مبارکه خانم پایین کسی رو هم بردن؟ بسیار خوب باشه باشه منتظریم جناب سرورد ممنون چی شده چنگیز؟ بچه های جاندارمری موقعی که رفتن برای جمع‌آوری نیروها فهمیدن به یکی از پست‌های تامین حمله شده بعد از ایرانخواه دو تا سرباز رو شهید کردن و ظاهراً جلوی چند تا ماشین عبوری رو هم گرفتن چند نفر رو بردن؟ معلوم نیست منتظر خبرای دقیق تر چنگیز گروهان ضربت رو را بندازن؟ اگه گیروگانگیری باشی باید اقدام کنیم هنوز هیچی معلوم نیست بیگلری مراقب همه چی باش چشم خیارتون راحت بشه راستی محمود جان به کسی چیزی نگو بذار بچه ها تو حال هوای عروسی باشن برای روحی هممون بهتره
راه بیاین تن لشا. پدرام الله اکبر سمع الله لمن حمل ربنا لك الحمد الله اکبر کیه؟ آوارم حاتم سلام عزیزک ارکی بو لعاشناکانی کاوه بو اکسی کاویشی بو خوی بو جنیو کچکیو کلچکولکی ایوه تاتنس بو زماوان ارتشیگو دکتوریگو چند نفرتر چند نفرتریش لنو ماشینگانی تر بون کدی نازانم کی بون و چی بون همه شانه بردن این سمت توی این مسیر چهار تا روستا هست نمیشه گفت ممکنه کجا رفته باشن انگار فقط همین روستاست که به بوکان مسیر داره بله درسته اینجا یک جاده خاکیه که میره سمت بوکان یعنی درست از پشت روستا مطمئن نبردنشون همینجا میان بو گوته منیش ماموسته ام اوائی من جایگه من ایره هست نتود دهنتم هنر دوست سینه قرسان گم با وره ماموسا وره با قربانی سنینه درست بم وره من با ایسی خوتو ام وره خب آقای حمید میرابی برای چی با پاسدارا همکاری میکنی؟ من با پاسدارا همکاری نکردم پس اومدی اینجا گوه کیا را بخوری؟ من خونواده خونوادت برن به جهنم از خودت بگو کردستان چه میکنی؟ نگو اومدم عروسی ننم یا دومادی پسرم که باورم نمیشه ما از ارتباط تو با مزدورای رژیم سند داریم بازم این کار کن چیو باید این کار کنم؟ اون پسرمه درجه دار ارتشه این یکی چی؟ یه بنده خدا دوست پوریاست دوستی از نظر شما جرمه؟ نه ولی دوستی با یه پاسدار جرمه مخصوصا اگه اون پاسدار اسمش کاوه باشه این نقطه کمینه اینجا میانبو اینم مسیر میانبو به سمت بوکانه اگه همین امشب عمل نکنیم دیگه دستمون به گروگانا نمیرسه تا نیم ساعت دیگه تو و کاکارف و دوتا از بچه ها را میافتین به سمت میانبو همین که خبر بدین کجا مستقر شدن و چند نفرن ما هم را میافتیم جا دور های این بچه توی ساکه برگرد ترجات اگه نخوره ممکنه بمیره بدره گفتم برگرد آقا من پزشکم گازی وزیر پزشکم بزمک ترجات الاز برگرد بزا سرجاش سری خلقی اوائی یار من تیدن تو هم کیا و تیدن تو هم بودانیستن بوی ساون نرو همینه تمامش کن تمامش کن این جسارتو مسجد جای شرابخوری نیست جای حرامکاری نیست زندگی ما مال شما دنیای ما مال شما اما اگر آتش به دین من بزنید دنیایتان را به آتش میکشید آتش به دین کسی نمیشه زد اما این مسجد هیمه خوبیه برای
فقط برای اینکه همه بفهمن کی مرد حرفه و کی مرد عمل. برون در دیوار نام خدا آیه قرآن هست. از خدا بترد، از آیه قرآن شر کن. آتش به جان من بزن. اما با این مسجد کاری ندارم، با این مسجد کاری ندارم، با این مسجد کاری ندارم. میخوام آتیش بزنم به دینت. تماشا کن. حالا نوبت توه، ببینم چی کار میکنی. نهاش کنید. کجا؟ مجد ترجاد اینجاست. جهنمش هم همینجاست. مسجد روستا رو آتیش زدن. اوضاع غیر عادیه. اگه زودتر برسیم دخلشون رو میاریم. تمام. تمام. گروبان جعفری، بچه ها رو را بنداز. ناصر، برو مهماتو چک کن. چه خبر؟ مسجد روستا رو آتیش زدن. ایوونه این نجس. روزن، روزن، اچی با کیو بسر؟ روزن، بسر روزن، روزن. اجیس بالای آتی دستل با آخما. اجیس بالای نه آتی. تو با کیو؟ ها؟ تو با کیویی؟ به برام زنی؟ کیویی؟ با کیو؟ بیام کباب اجیس گوری بوم. بیام کباب. کیا؟ خریک نگن. کرکی گوشالا. گیشتن. برو، 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 برو نمیسه. برو. برو مالا گیر، برو نمیسن، برو قزانه دیگو، برو برو خانه کت خدا همینه؟ قابل کاکا خسرو را ندارد. یه امشبو میشه تحمل کرد. کت خدا، خروس خون از اینجا میریم. دلم میخواد شبانه بچرخی و یارمتی حزب رو فراهم کنی. این بار دو برابر همیشه، به خاطر جسارت اون ماموستای نانجیب. فقط تا خروس خون. سری از این که اصرار کردم عقدمونو اینجا بگیریم ناراحتم کوریا. پدر و مادرت ببین هرچی بود تصمیم هر دوتامون بود. بابت پدر و مادر منم نگران نباش. اونا رو از چنگشون میکشیم بیرون. مطمئن باش.
کیبرد، کیبرد، چاویدو. مرغ از قفس پرید. انگار فهمیدن تو داری میای. همه رو داره با خودش میبره. اگه اجازه بدی میریم سر وقتشون. شکارا میذاریم برای یه وقت دیگه. شما برگردید خونه. مفهومه؟ فقط برگردید خونه، تمام. چشم، تمام. بسو بخانو بانت بشم. همه چیز من مال شما، ولی دخترک منو برید. کاسه اینال تمام عمرشو گذاشته برای خدمت به شما. قدرشناس باش کرد خدا. بذار فاتو ببوسم، بذار فاتو ببوسم. اتخابازت میکنم گرگو خسرو، تو را به پیغمبر، تو را به اوکسی میپرست. گرگو خسرو، اتخابازت میکنم، تو را به خاطر خدا، تو را به خاطر خدا. ببانم تو اسم کن، ببانم فقط زوان اصلاح حال یا نبی. کارت من کارانه نبی، برو لیره. ای تو، دست خوش کم یلکا، دستیو یلکا تحسینت پر لسر بگرگا. برو، برو دی. باری کلا پسر، آفرین. کرد همینه، با غیرت و نترس. تو به درد من میخوری. تو بشو آدم من تا خواهرت برگرده خونه. قبوله؟ بی کلاک، به شرفم قسم، تو بیشتر از این دختر به درد من میخوری. بگیر پایین سر اون اسلحه رو، بگیر پایین سر اون اسلحه رو تا پشیمون نشدم. تو نجم مویسته. برو، برو، برو دی. میان، میزنن، میکشن، میبرن، آخرشم برمیگردن بوکان به ریشه هممون میخند. شما ها نماینده حکومت نیستین، پس اینجا چه میکنین؟ اگرم نماینده حکومتین، پس چرا کاری نمیکنین؟ چرا؟ نه برادر کار، قرار نیست ما کاری نکنیم. درسته که ما نماینده حکومتیم و در برابر این آب و خاک در مقابل جان و مال و ناموس مردم مسئولیت داریم. اما چیزی که هست، تا زمانی که بوکان در دست ضد انقلابه، این جنایت ها ادامه داره. ما باید بوکان رو آزاد کنیم تا بتونیم. اما کی جناب سرهنگ؟ شما الان چند ماه دارین از آزادسازی بوکان حرف میزنین؟ نیرو هم داریم، امکانات و تجهیزات هم داریم. برای بازپسگیری و آزادسازی بوکان نمیشه بیگدار به آب زد. پیشنهاد کار از 2 ماه پیش برای تصمیم نهایی به فرماندهی کل فرستاده شده. من سعی میکنم ظرف هفته آینده موافقت آقای بنی صدر رو جلب کنم. و اگه بازم موافقت نکرد چی؟ اون وقت در حد اختیارات خودم یه کارایی میکنم. بوکان به هر شکلی که هست باید آزاد بشه. من از برادرها خواهش میکنم خیلی جدی برن و طرح پیشنهادی عملیات آزادسازی بوکان رو آماده کنن. این اولین قدمه. بناوی حزب دموکراتی کردستان، ایواد و مزدور و جرم مبارزی مسلحانه مع الخلق کرده و اعدام محکوم بود و حکم اعدام اجراوه. آماده؟ آتش! نوشتن افسر گارد بودی؟ بله بودم. منم افسر گارد بودم. پس یه نسبت هایی با هم داریم. برای همه اینجایی.
پسر من مریضه، داروهاش داره تموم میشه، نمیدونم اگر داروهاش تموم بشه چی میشه، نمیدونم. ما اینجا اوضاعی خوبی نداریم، رژیم شهر محاصره کرده، تقریبا هیچی به ما نمیرسه، نه سوخت، نه مواد غذایی، نه دارو حتی. جسارته. من شنیدم بعضی با پرداخت مبالغی آزاد شده. درسته، میشه، ولی آیا میتونی 8 میلیون تومان جور کنی برای خود تا خانواده؟ من اگه همه زندگیم هم بفروشم این مدرا نمیشه. خب من باید یه جور دیگه حساب میکنم. به جای اون 8 میلیون بیا یه کار کوچیکی انجام بده. ما با یه آدم مشکل داریم، یه مشکل بزرگ. تو مشکل ما رو حل کن، ما مشکل تو رو حل میکنیم، به همین سادگی. از حالا 3 هفته وقت داری. سرگرد آدم خوشقولیه، ولی اگه بد قراره کنی خیلی بد انتقامه. مواظب اون جوجه پاسدارا هم باش، اگه کمترین شکی بکنن زیر و بالای کارتو در میارن. از این مسیر فری تا سقز 30 دقیقه بیشتر راه نیست. سعی کن موفق بشی، حداقل به خاطر خونوادت. برو. پوریه جون، به بچه‌ها که انگار گفته باباته. بابا بابا آزادت کردن یا فرار کردی؟ نه فرار کردم بابا جون، نه آزادم کردن. تو وقتی که مادرت و بچه‌ها تو چنگ اونان، منم یه جورای اسیرشونم. فقط به این فرصت دادن تا جون خانواده‌مو بخرم. 8 میلیون. 8 میلیون؟ آخه چطور؟ میتونی همچین پولی رو جور کنی؟ نه، ولی اگرم میتونستم یه همچین کاری رو نمی کردم. یعنی چی؟ من 30 سال تو ارتش این مملکت خدمت نکردم که به 4 تا گردنه بگیر باش بدم. پوریا اینو خوب میدونه، من تا به حال تو زندگیم به احد و ناسی باش ندادم، حتی یه پاپاسی. اما این دفعه پای زندگی مامان و بچه‌ها در میونه. بذارم تو ناراحت نباش، من میدونم اونا چجوری از چنگشون بکشن بیرون. یعنی شما نقشه‌ای داری؟ بله، یه نقشه کامل. فقط کافیه. خواهش میکنم احساساتو بذار کنار. پوریا جان تو بهتره بری استراحت کنی. بله چشم. بابا جونم. بابا جون مطمئنم نقشت حرف نداره، رو من حساب کن. بابا جون خیلی متاسفم که مراسم عروسیت به هم خورد. مادرت خیلی مشتاق بود که عروسیشو ببینه. پ
کوریا چشمت روشن، میگن بابا اومده. آره. چیه پس چرا خوشحال نیستی؟ تیر خوردی؟ مهم نیست، خورده بازو میتونی خودت برسونه بذاری؟ آما باری نیست. برو صداها خیلی نزدیکه، درست بالای سرمونه. کار همیشه شونه، میان یه رو 20 دقیقه فشنگاشونو حروم میکنن میرن. مهم نیست، برسیم به کار خودمون. این پیشنهادی که داری میدی ریسکش خیلی بالاست. میدونم ممکنه جون خودت و خانوادت به خطر بیفته. میدونم، من آمادم، به من اعتماد کنی. ها؟ به من اعتماد کنی. باش قبول. ممنونم. حالا دیگه دلم میخواد عروسمو ببینم. ممکنه؟ نمیشه یا سرخان، باید بری بیمارستان. شما متنی یه گوله اینقدی که بیشتر نیست. من خسته شدم بچه، تو خسته نشدی؟ اگه عصب دستت آسیب ببینه چی؟ سلام. اصلا تو چرا اینقدر چی نمیری پسر جان؟ وقت میگم باید بری بیمارستان، باید بری. اگه اونم گفتن باید ازام شی سننده چی؟ اگه از سندجم ازامون کردن تهران چی؟ اگه از تهران بابا ما باید ما رو برد مشهد چی؟ چرا اینقدر چی میکنی؟ هیچ چی نخود چی؟ پاشو به، پاشو به. چی شده؟ کاری نشده مهمون جان، مهم نیست. چطوری بابا؟ تو که باز اینجا ای شادم ها. ایشون هم خانم شادم. سلام پدر. سلام بابا جان. کوریا جان ببخشین من با این وضعیت. اتفاقا این بهترین وضعیته. من تو این چند لحظه جواب همه سوالایی که درباره شما داشتم و گرفتم. آفرین دخترم. واقعا بابا قراره چیکار کنه؟ آقا محمود هر وقت لازم بدونه خودش بهت میگه. خیلی هم پاپیچش نشو. اگرم چیزی فهمیدی فقط پیش خودت بمونه، مفهومه؟ میگم انگار روزا تو این شهر حسابی امنیت برقراره ها؟ ای تا حدی، مردم دیگه خسته شدن از جنگ و درگیری، میخوان زندگی کنن. پس بابا جون من خودم یه سر میرم گشتی تو شهر میزنم و اصلی برمیگردم میام سپاه. حالا گفتم امنیت برقراره ولی نگران من نباش، من الان 8 میلیون برای اونا میارزم، اونا با من هیچ کاری ندارم. خیلی راحت بشه. برو بابا چه من میام سپاه بسنم. سلام علیکم. سلام برادر. بفرمایید. ببخشید شما دوربینم تعمیر میکنید؟ تا مدلش چه باشه؟ یه لوبیتل قدیمیه. لوبیتل دوربین خوبیه. باش تا بیام. بفرمایید.
بفرمایش. منتظرت بودیم. از طرف حزب بهت خوش آمد میگم. ممنون. خب باورت کردن؟ بله قانعشون کردم. چی بهشون گفتی؟ گفتم حاضر نیستم به حزب باج بدم، حتی یه پاپاسی. گفتم ازتون گروگان میخوام بگیرم و با خانوادم مبادله کنم. خوبه، ثابت کن. چیو؟ که راست میگی، که واقعاً با مایی. قراره به بوکان حمله کنن. کی؟ خیلی زود. عذر میخوام اگه اذیت شدی. حالا تو دوست و همرزم مایی. اسم من رباب است. قراره بهت کمک کنم. از همین حالا همکاری ما شروع میشه. گفتی قراره به بوکان حمله بشه؟ بله. کی؟ چجوری؟ با چه استعدادی؟ نمیدونست، ولی انگار حمله به بوکان قطعیه. نباید بهشون مهلت بدیم. باید پشت سر هم بهشون ضربه بزنیم تا دو دستی به چسبم به سرقس به فکر بوکانم. برن کنار ببینم، برن کنار. چی ناره هفته نامه جا برن بیره چون دیگه همه میبینم چی داری میگی؟ کجا باید بریم کی؟ همین امروز میریم دکل بنفشه، یکی از پایگاه ارتشه، یه جای اطراف همین سقف. تا کی پوریا؟ شاید خیلی زود، شاید هم خیلی دیر. سلام. سلام. خبر شنیدم. این چه قیافیه به خودت گرفتی؟ محکم باش، تو یه نظامی هستی. کی بود؟ حمید آقا بود، رفع عکاسی. سلام برادر، خوش آمدی. سلام، در خدمت هستیم. نه والا کاری نداشتم، راستش فکر کردم یکی از رفیقای ما آمده بشه اینجا. رفیق؟ ها، یک آدم لاغر میان سالیه. خودتان که میبینید کسی اینجا نیست. ببین شاید رفته باشه این مغازه بغل دستی. حتما، ببخشیم. به هر حال خدا هم مهلت سه هفته من داره تموم میشه. تکلیفم چیه؟ نگران مهلت نباش، من با سرگرد حلش میکنم. ببخشی خانم، الان یک پاسدار اومد پی این آقا. دیستان رفت. من به کسی چیزی نگفتم. آقا من دیوونه؟ خیلی بد شد. من نمیخواستم کوچکترین نشونی از تماس تو با اینجا لو بره. تو برو مراقب باش. باشه. تو دیگه نباید اینجا بیای. اگه ضرورت پیدا کرد خودتو برسون به داروخانه پراوان، میدان اوقا. لازم باشه منم خودم میرسونم. سعی کن ظرف دو سه روز آینده آخرین وضعیت پایگاه های شهری سپاه گزارش کنی. همینطور یکی از مهمترین پایگاه های ارتش به اسم دکل بنفشه. متوجه شدی؟ دکل بنفشه؟ بله. مسئله ایه؟ نه نه نه،
محل قرارا رو عوض کردن. یه داروخانه است. اینم آدرس و اسم داروخانه. به خودت که شک نکردم. گمون نکنم. اما از من خواستن درباره پایگاه‌های شهری سپاه اطلاع جمع کنم. همینطور درباره پایگاه دکل بنفشه. معنی اینکه خواستن بکنم معلومه. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید گروه بم. خیلی ممنون سر گروه. جشنی یا نه؟ اتوانم هر ایسه مقضیم منال پرو و برمنو دمی من قراره فقط چی نسایی کن مغزدانن دین بو سپا فکر نمی‌کردم این آقا کاوه‌تون اهل فوتبالم باشه. محمود هست، اتفاقا خوبشم هست. بعدشم یه شگردشه. تا می‌بینه بچه‌ها خسته ناامیدن، سری یه تو بینازه وسط، خودش کاپیتان میشه، اته میکشه، گل میزنه، همه کار میکنه اون وسط. نمی کردم. تقریبا همیشه هم جواب داده. آخرین خامی به وقتی. چه کار خوبی کردی اومدی محمود؟ نیومده بودم فقط برای فوتبال. معلوم بود. خب با من بیا حیدر جان. حواست به همه چیز باشه. شک ندارم برای اینجا برنامه دارن. ممنونم که بهم گفتی. آرزوشو به دلشون میذارم. ببین اگه بیان شب میان. پستای شبتو تقویت کن. حواست به موانع هم باشه. روزانه چکشون کن. نه خودت نه بچه ها. دلم نمیخواد بهتون خش بیافته. ای قربون اون دلت. نگران نباش. خدا نکرده نوهدی. اما یه چیز دیگه هم هست. بیا اینم همونی که یه موقعی حرفشو میزدیم. قابل تورم نداره. خیلی مختصر. وقتشه.
جانم محمود. کجایی بازه آمدی؟ در خدمتم سرگروبان. دست بردار از این نامزد بازیات. کار دست هممون میدی یا؟ حواستو جمع کن. اطاعت. خبریه؟ نمیدونم. فکر کنم یه صدایی شنیدم. حسینی. بله قربان. به هرچی مشکوک شدی یه رگبار بگیر روش. حتما. چشم. ماما شالله. بنفشه بگوشم بگوشم شما چرا اصول ارتباط را رعایت نمی کنید آقا؟ ما بلافاصله بعد از سپیده حرکت میکنیم با همه قوا. بچه های گروهان ضربت رو به خط کن، همه رو. کاکارف، پیشمرگات رو هر جا هستن پیداشون کن. خوش کن دیگه. Thank you.
سلام جناب نوهد. حالا نوهد تویی یا این؟ میبینیش؟ دوست دارم افتخار کشتن این مزدور کثیف برسه به همه تون. پوریا تونستیم ردشون رو تا سرا بزنیم. طبق آخرین اطلاعات ما ضد انقلاب بعد از حمله همراه با 10-12 تا اسیر و مقداری غنایم از این مسیری که نشون میدن به قهرآباد اومدن. صبح تو قهرآباد بودن و بعد از یکی 2 ساعت استراحت و تجدید قوا مجددا از این مسیر فرعی خودشون رسوندن به روستای سرا. احتمالا تا غروب هم به سرا برسن و همونجا هم اتراق کنن. حالا اگه ما بتونیم خودمون رو صبح فردا بالا سرشون برسونیم مطمئنا غافلگیرشون میکنیم. برای گرفتن سرا 2 تا نقطه خیلی مهم وجود داره. یکی اینجا یعنی تپه تک درخت و یکی هم اینجا یعنی مسیر خروجی سرا به بوکان. پیشنهاد من اینه که قبل از شروع درگیری برای تسلط به تپه یه تیم با تجربه شبانه بالا برن و پای سنگرهای دشمن کمین کنن تا با شروع درگیری تپه رو مال خود کنن. منم امشب با یه گروه از بچهای پیشمرگ خودم رو به سرا میرسونم و فردا صبح توی مسیر سرا به بوکان کمین میذارم. ریسکش خیلی بالاست. بله ولی مجبوریم. اگه فردا نیروهای اصلی به هر دلیل تأخیر داشته باشن و ضد انقلاب بخواد به طرف بوکان بره، باید راهشون رو ببندیم و منتظر نگهشون داریم تا شما برسیم. چی کار میکنی؟ منم هستم. میدونم که افسر ورزیده‌ای بودین. پوریا گفته بود که قهرمان تیراندازی ارتش شدین، ولی آخه نداره. میتونی امتحانم کنی. چرا معطلی؟ امتحانم کن. باشه. اونو میبینی؟ اونجا فقط با 3 تا گلوله میتونی؟ میبینی. ای
حالا منم هستم، هر جا بری پا به پات میام. سپیده که بزنه اوضاع از این قراره. بچه های ما و نیروهای ارتش رسیدیم پای تپه تک درخت، همونجا هم مستقر شد. محمود و بچه هاشم اینجان خروجی روستا به سمت بوکان. تا هم که باید بالای تپه تک درخت باشی و نزدیک سنگرام میمونه درگیری. شروع درگیری با اسقره. اسقر بچه هاشو برمیداره میاد اینجا و سنگرهای پایین تپه رو میزنه. درست همون موقعی که نیروهای بالا گیج درگیری زیر پاشون شدن، از اون بالا دخلشون رو میاری و تپه رو مال خودش میکنی. الله اکبر. مولا لا قوت الا بالله. بفهم. اسیرکانو چه لکرد؟ زندانی لطولگی مال کیخوا دستون ناگی که مال ظلم و خراب خسرو. قراره همینجا دخلشونو بیاریم. تحت هیچ شرایطی هیچ کس حق تیراندازی نداره. صحبت و خواب و چرتم ممنوع. ناصر همینجا بمون و حواست به پشت سرم باشه. کاکارف بریم. سلام علیکم. بیانی باش. بیانیتم بخیر. سلام علیکم. بو کوچی. چیه؟ میز کردنی قاخانه؟ لره اره برو ندی کارت کیفتا که بونم خبرهای شده خواب دیدی خیر باشه Thank you.
نسمه های شما مشغول عشق و عشرت بودن، الان هم همه شما مثل خرس افتادن دارن خورناسه میکشن. چند نفرن؟ با نیروهای کاک عزیز و کاک سوار بیشتر از 120 نفرن. اسلحه و تجهیزات هم تا دلت بخواد در اختیارشان. از اسرای بنفشه چه خبر؟ همشان زنن، توی تله زندانیشان کردن، نگهبانم رو سرشونه. خب شما برگرد سرا. رو چشم. به کاک فتاح بگو مراقب همه چیز باشه. چرا هیچ خبری نشد؟ اینجا دستی کسی ما نمیرس. دیگه وقتش. مطمئنی بچه های بالا آماده هم؟ انشالله که آماده هم. برای تو موقعیتی نیستن که بشه باشون ارتباط برقرار کرد. باید شروع کنیم. یا حسین! شروع شد. بخورم! ادانه و اولاد! شجاع باشین، دست و پاتونو گم نکنین. کاسواره، همه این نیرواتو ور میداری و میری تپه تک درختو ازشون پس میگیری. نزار وارد روستا بشن، با خمپارات میزنی لطو پارشون میکنی. تپه رو پس بگیر. خمپاره ها رو بعد ماست پول میکنن. احمق، خمپاراتو بچین لای خونه ها. گم شو. کاخشو تو همه ده ندل انگشتیان تو پرکن. چی میگی تو؟ 50 نفر رو وردار، برو سمت جاده پشتی. نمیخوام اونجا هم بیفته دست پاسدارا. برو! آره نگو، بری. زنی زمین. زنی زمین. زنی زمین. زنی زمین. اسیرا رو ببرین تو سنگر. مواظب باشین. بیا. موضع بگیرین. تراکنده شید. حالا وقتشه تک زنی تو نشون بدی. Thank you.
بچه های خودمونن. مواظب باشین. ما از این طرف درگیر میشیم، تو با یه عده از اون سمت مال رو سعی کن بری پشت سرشون. چش برو، هرچی خونپارو و آرپیجی داری آماده کن، زود زود. دارن آماده میشن که حمله کنن، اگه درگیری طولانی بشه ما برای مهمات به مشکل برمیخوریم. محمود جان، ما پیشروی رو شروع میکنیم، شما هم مقاومت کنید. تمام جناب سرهنگ، باید شروع کنیم. ما آماده ایم. سران حامد، ستون را بنداز. بتار ناصر، بالا بالا. علی، رحمان، نفر بیا. عالی بود، بزنید. بذاریم بیام بالا، ببینید، بعد بزنید، گلوله نداریم. بریم به راست. چت بیکا خسرو زینان خسرو. رابیوف کجا؟ سمت بوکان، درست از وسط کمینش. میزنن آب کش ما میکنن کارخوس رو. نه ترس، اونا با این ماشین کاری ندارن. بریم. بچه ها، اومد اجال نارنجک بریزین رو سرشون. چپر بیا. ازشون گذشتیم، دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. سرعتشو بگیر، چرخاش با تو، رادیاتشم با من. یا زهرا، برو! چرخشو زدن کارخسرو! راه نمیره! یه چرخی هم زدن کارخسرو! احمق! اگه هر چهار چرخشم زدن باید بری! برو!
سر افتاد دست اونا. بله سرگرد. به غیر از خسرو اون تلنشای بیارزه چی شدن؟ هنوز آمار درستی نداریم. یه عده مثل ما موفق شدن عقب نشینی کنن. یکو جانمونه ورداشتیم و فرار کردیم. فرار! نه عقب نشینی. بله سرگرد. غیر از کاخ خسرو، که عزیز و کاسواره هم اسیر شدن با حدود 20 نفر دیگه. 10-15 نفرم کشته دادیم. همین. بس دیگه. فهمیدم. برید بیرون. بیرون! اینجا آخر خطه. باید پیاده شی. پیاده هم نشی پیادت میکنی. شما از من چی میخواهی؟ همه چیزو، هر چی که میدونی، از هر جا، از هر کی. ثابت کن که پشیمونی. بذار باور کنم که میخوای گوشه ای از اون همه جنایتی که کردی رو جبران کنی. من جنایتی مرتکب نشدم. من جنگیدم، شما هم جنگیدین. طبق حقوق ژنو باید مثل یه اسیر جنگی با من رفتار بشه، نه یه جنایتکار. اون بچه هایی که دستور دادی سرشون رو ببرن اسیر نبودن؟ اون مجروحایی که شخصا بهشون تیر خلاص دادی هیچ حق و حقوقی نداشتن؟ کشتن کسایی که میخواستن از خانوادهشون در مقابل تو دفاع کنن جنایت نیست؟ تجاوز به مال و زندگی و ناموس مردم جنایت نیست؟ اینا بهتانه. من نه سر کسی رو بریدم و نه به هیچ مجروحی تیر خلاص زدم. اینا بهتانه، بهتان. اینا بختانه؟ اینا بختانه نامر؟ اینا بختانه؟ بختانه؟ برم کن رد خسرو رو بزنید، باید نجاتش بدیم. اگر نشد باید خلاصش کنیم، نباید دست اونا بمونه. آسون نیست سرگرد. میدونم، باید کار انجام بشه به هر قیمتی. چرا معاوضش نمی کنیم سرگرد؟ حتی اگه قبول نکنن ما فرصت پیدا میکنیم یه کاری بکنیم. قتل عام بچه های دکل بنفشه برای چی بود؟ گیرم کشتیشون. چرا سرشون رو بریدی؟ چرا اونجور لط و پارشون کردی؟ چرا حتی از رخت و لباس و پوتین پاشون هم نگذشتی؟ باشه، پوتینا مال تو، یادگاری از من. بیشرف، اونا یادگاری من به گروبان جعفری بود. نامرد بیرم. بازم بگو بهتانه، بازم انکار کن همه چیزو. دیگه مهم نیست، نه خودتو لازم دارم نه اطلاعاتتو. همین الان میبرم از وسط حیاتو همه بچه ها را صدا میزنم. بلند شو. مثل سگ میکشم. محمود سب کن. سب کن محمود. کجا میبریدش؟ سردخونه. سردخونه رو به نجاست میکشه این کافر حربی. ببرید بندازینش جایی که لااقل درنده های بیابون یه سوری را بندازن. سب کنید. سر عقل بیا. یکی دیگه هم هست. اطلاعاتت میتونه نجاتت بده. یه جوری میکشمت که زحمت درنده های بیابونم کم بشه. ما به اطلاعاتش احتیاج داریم محمود. این بیشرف بهت اطلاعات نمیده. من ازش میکشم. گنده تر از تو هم نمیتونه. بذار کارشو بسازم تا یه جوری فراریش ندادن. میدونی خونه چند نفر گردن این جنایتکاره؟ باشه من حرف میزنم. یا برو کنار چنگیز، یا همینجا دخلشو میارم. هر چی میخوای میگم. برو کنار. بابا زبون باز کردم. چی میخوای دیگه؟ برادرگام خوب رزه شدی؟ خوب بود. برای دادگاه می‌نویسم که همکاری کردی. مرشد. بله. فردا صبح خودت ببرش سنندج. همه می‌کنم بلافاصله اعزام بشه تهران یا یه شهر دیگه. باشه. مجید جان، از این بازی هیچ کس نباید چیزی بفهمه، حتی بچه‌های گروهان ضربت. باشه. حالا اون جونور زبون واکرد؟ این بیشرف ها پاش بیفته همه چیز رو فدای خودشون میکنن.
کار داری بابا؟ با برادر کاوا کار دارم. بشش بگو آواره است قربان جان. خب علی یار پیغام داده حاضره به جای اسرای سرا زندانی شما رو آزاد بکنه. پیغام داده به جای خسرو حاضره 5 نفر رو آزاد بکنه، فقط به یه شرط. شرطش هم اینه که این کار تا پس فردا انجام بشه. چرا پیغامو به تو دادن؟ خوشحال چون من جز اونا نیستم. نفهمیدن که با مایی؟ گمان نکنم. اگه میدانستن که زنه نمیذاشتنم. کاوه پیغام داد به خاطر نجات بچه‌هاش قبول میکنه، ولی فقط خسرو به جای همه اسیرایی که اکمین سنته گرفتن، به اضافه او ستا مهندس جهادی که حدود 2 ماه پیش دزدیدنشان، به علاوه او دختری که خسرو آبادی میانبو با خودش برده. دیگه چی؟ نمیخواست کل زندان تاویلش بدن؟ جسارته سرگرد، منم هی اینه بیشش گفتم جسارته ها، ولی خنید. گفت خودش میاد زندان تاویل میگیره. مادرش به ازاش میشانم با چه پرو؟ باشه بهش پیغام بده که قبول. خسرو در مقابل همه اینا فقط به یه شرط، جای مبادله رو ما انتخاب میکنیم بدون اصله. کاوه با خسرو فقط 2 نفر دیگه، از این طرف هم زینال با زندانیا فقط 2 نفر دیگه. پس فردا ساعت 8 صبح قرارمون معدن سنگ درست کنار لاشه همون هلیکوپتری که کوبیدیمش به زمین. به علیار بگو قبول میکنه. من با 2 نفر بدون اسلحه، زینالم با 2 نفر بدون اسلحه. ساعت 8 صبح. ریسک این عملیات خیلی بالاست. تو که میدونی به علیار که نمیشه اعتماد کرد. شما به من اعتماد کن، هیچ اتفاق بدی نمیافته انشالله. به خواست خدا فردا همین موقع خیلی از عزیزای ما که الان اسیر دست اون بیرحمان کنارمونه. به ریسکش میارزه. توکل به خدا، برید آماده شید. فردا تلافی میکنم سرگرد. فردا اگه سر کابه رو برات نیاوردم بچه پدرم نیستم. فردا اون معدن سنگو میکنم قتلگاه کاوه و همه اون مزدوراش. را بیافت، دیگه وقتشه. کجا؟ میریم که تو رو مبادله کنیم. میشه بپرسم با کی؟ با 15 نفر. خیلی براشون میارزی. بریم. برای منصرف شدن هنوزم دیر نیست. ما این روزا خیلی از دست دادیم محمود. چنگیز، نمیفهمم این دلشورت برای چیه. هنوز خون کاکفتا و کاکارف تازه است. هنوز سر بریده سرباز حسینی گمه. هنوز جنازه تیکه پاره شده گروبان جعفری رو خانواده‌اش ندیدن. ولی محمود کاوه هنوز وقت رفتنش نیست. وقتش که شد خودم خبرت میکنم. ضمناً ممنون از روحیه‌ای که بهم دادی.
جعفر چشاشو باز کن. باب زنم خاتون کازه اینار پیام بیجه سرگرد گفت چون پای کاکخسرو در میانه، اما بار دیگه ببینمت یه خال قرمز بزرگ میذارم بین دو ابروت. اگه تونستی حتما این کار رو بکن. حالا به جای حرف زدن بهتر مبادله رو شروع کنیم و برای جنگ بعدی آماده بشیم. بچه های منو بفرست بیان تا کاکخسرو رو راهی کنن با هم. این قانون مبادله است. قبول. با هم بگیرش بالا، اگه بیارش پایین اتفاق بدی برات میافته. برو بی کلک همون جا بمونید. یه تمام شد قهرمان، دستاتو بگیر بالا و زانو بزن. فقط دست راستمو میارم بالا.
و اگه بیارمش پایین یکی از شماها زنده نمیمونی. شوخی بامزه ای بود. اگه برگردی و طرف معدن سنگو نگاه کنی بامزه ترم میشه. به اون چوبی که دست کارخسرو نامرده نگاه کن تا بفهمی نشونه گیریاشون چقدر خوبه.